احمد آقا، آقا ماشاءالله، احمد آقا جانم، آجی شنیدیم آجی جان. آقا ماشاءالله جان، قربونتم، بیا این اتاق من یه سری باهاتون کار دارم. چی کار داری حالا؟ بابا بیاییم میخواییم صحبت کنیم عزیز من. آجی ما نمیتونیم بیاییم. چرا؟ آجی ما اسیریم، کمک کن آجی. کمک کن آجی قضا. الان وقت شوخی کردن نیست، بیاییم بابا. آجی جون تو اسیریت ای بابا. ای بابا اسیرتی. دست بردار از این شوخیت، بیا بیکاره. جز آجی خیلی باله ایم آجی. آجی یه بری هر دقیقه میگه به این صحبت خلاصه این که میخواستم بگم این آقا اسلام میخواستم بگم که این بیات خلاصه از این اسلانه خیلی زرنگ نه نه خلاصه میخواستم بگم که این آقا اسلان خیلی زرنگتر از این حرف هاست که بشه آدرس بیاتو ازش گیر آورد. جون کندی آجی جون بخواستی اتفاقا منم میخواستم هم نبگم بابا از بس که اذیت میکنه ولی این خودش سرنخ خوبی ها اینی که اعتراف کرده گفته من بیاتو میشناسم این خودش کلی حرفه چه سرنخی عزیز من اصلا میگه بیات سر اونم کلا گذاشته یعنی هیچ امیدی نمیشه داشت آقا من میدونی چی میگم من میگم از کجا معلومه خود این ماجرا یه نقشه نباشه چه نقشه این؟ راست میگه بعد حرفی نمیزنه درست همه؟ آره آره اتفاقا درست میگه نگاه کن آره. اصلا دیده ما قضیه رو فهمیدیم چیه خب آره. گفته من چجوری اینا رو بپیچونم نقشه کشیده نقشه کشیده گفته که آقا این بیاته سر خود منم کلا گذاشته منم آره. دنبالشم آب شده رفته تو زمین نیست نمیشه پیداش کرد. حالا کلید رمز رو بگیر که چی ما از خیر پیدا کردن بیاد از طریق اصلا نامید بشیم دست از سر آقا اصلان برداریم آفرین خوبه نقشه آره. خوبی کشیدیم نقشهش خیلی خوبه نه. من اصلا میگم این دو روز هم که ما پیداش نکردیم گم و گوره اینم نقشه است درسته اینم نقشه است من میگم این گفته که بذار اینا فکر کنن این بیاته منو برده یه گوشه سرمو کرده زیر آب آره. یعنی منو کشته ما فکر کنیم کشتتش بعد برده یه گوشه کناری چیزی درسته با چاقوی چیزی داره اینو ریز ریز میکنه آره. مثلا تو قطعه های کوچیک بشه تو داری طرز تهیه قیمه رو بابا میگی چی داری میگی بابا اصلا زرنگتر از این حرف باز یعنی زرنگتر از بیات نیست یعنی بیات میتونه زرنگ یعنی اصلا بیات زرنگ کسی کلا نمیتونه سر بیات چی داره استاد من فهمیدم منظورش این میگه که بیات توی هزار توی خودش گیر کرده یعنی نمیتونه اون نمیتونی منظور رو بهت برسونم اشتونم قاطی کردی نزد من که عقلم به جای قد نمیده من میرم نمازم بخونم خواهیتون حرف بر بکنم خب چی شد؟ با تو هم بچه؟ در آقا خب خب علی این پولا رو از کجا آوردی؟ با تو هم میگم چی شده؟ آها چی شد؟ چی میگفتی؟ چی شد؟ خب بعد؟ خب رفتشو بابا اینو بده من بگو چی شد؟ آها بگو پولا رو بده من بگو داشتی حرف پولا رو بده کنار چی شد؟ پولا کجاست؟ این پولای مسافرکشیه مثل اینکه به یکی اضافه دادم بقیه حتما با ماشین جینوس خانم آره؟
تو چه؟ به تو چه چیه؟ یه بار دیگه با ماشین جنوس خانم بریم مسافر کشی میندازم بدیم وسط پوستتو میکنم باید نیم تخت درست میکنم. بابا بابا علی میخواد تو قد قد کنی برای من. بگو بس بره سر اصل مطلب بچه چی شد؟ پولا رو بذار کنار. چی دیگه بعد؟ خب آقا اصلان خب آقا اصلان گفتش که چیزه. آها خاله اینا الان چند وقته به آقا اصلان بد جوری شک کردن. اینم کاراش مشکوک شده. منم هی میفرستن دنبال آقا اصلان. هی تعقیب برید، هی تعقیب برید. خب حالا به نتیجه هم رسیدی؟ آه. آره؟ آره؟ رفت دنبالش نتیجه هم داده؟ نه با من که چیزی نفهمیدم، فقط با فهمیدم که بد جوری داغونا خیلی قاطی کرده. آره. بند خدا شیره بند خدا بابا پدرتو در آورده حقشه. بالاخره با جناح همه دیگه باش. فامیل همه. دوست ندارم یه خار بی کپ پاش بخوره. من که اگه بدن دست من میندازم میشین وسط پوستشو میکنم باش کفش زنونه درست میکنم. آها از اون لحاظ میگی؟ آره از اون لحاظ. من هم اتوقع دلم میخواد چیز کنیم؟ چسب داری؟ چی میگی تو؟ پسر حواست کجاست؟ این پولو بزن کنار. آره شده. میگم بیایم بریم ببینیم اصلا این کاراش چیه. درست میگه، راست میگه. آه. چه میدونم شاید یهو کلک زد دوباره دیگه. ما که نمیفهمیم کارا اصلا چه خبره. آه. من تا شب میتونم تحت قضیه رو در بیارم. چجوری؟ خیلی راحت. تلفن اصلا رو دارین دیگه؟ تلفن اصلا تو میخواستی چی؟ لازمش دارم ارشیا وایسی. خیلی پررو شد. جلوی این احمد نمیخواستم چیزی بهت بگم. با ماشین مردم میری کار میکنی؟ بابا بعد خرجمون رو درارن دیگه. شما هم که به من پول نمیدید. خیلی خوب یاد بشه بعدن بگو من بهش بدم. به کی؟ به اصلان بدم. بابا من کار کردم اینا رو، اصلان واسه چی بدی؟ نمیدونم یه احمد چیکار میخواد بکنه. تلفن صاحب خودم جواب میدم. جواب میدم. نمیخواد تو جواب بدی. برو جواب بده دیگه. بله سلام. بله همینجاست. نیستن ایشون؟ شما؟ خانم یه پیغام از طرف آقای بیات برای شوهرتون داشتم. بله بله بهشون بفرمان که امروز رأس ساعت 5 بعد از ظهر بیاد سر قراری که آدرس خدمتون عرض میکنم. بهشون هم بفرمان که تنها بیان، فقط تنها، والله براتون خیلی گرون تموم میشه. برای شما نه نه، واسه شوهرتون. آقا اصلا خودشون میدونن واسه چی واسه بیان. ببینید آقای محترم، تا من ندونم این آقای بیات کیه، چی از جون شوهرم میخواد، چرا اون بلا رو سرش آورده، امروز ساعت 5 باهاش چی کار داره، ها پیغامتون رو بهش نمیدم. به من نمیتونین بگین؟ من زنشم، باید بدونم چه اتفاقی داره برای شوهرم میفته. از خواب پاشو دیگه. مسئله حساب کتاب تصفیه کردنه. پس چرا این آقای بیات مثل آدم نمیان اینجا؟ چرا تو خونه قرار نمیذارن؟ خانم بنده مأمورم و معذور، وظیفه من چیه؟ رسوندن یه پیغومه. الباقیش با خودتون. حالا شما دوست داری پیغوم ما رو میرسونی، دوستم نداری نمیرسونی. یادداشت میفرمایین؟ بنویسین جاده لشکرک 15 کیلومتر اونورتر زیر تابلو سرقت ممنوع. سبقت ممنوع. ببخشید سرقت آزاده، سبقت ممنوع. بابا همه چیز مسخره بازی گرفتی. خانم خداحافظ شما. ببینی حاجی، ببینی آدم به چه کاری وادار میکنم؟ همین روزا که بگم یه آدمم بکن. اتفاقا اگر امروز اصلا نه یا سر قرار میافتیم تو خط کشتنش. ببین این یکیشو دیگه من نیستم ها. چرت و پرت میگه، مگس میشینه روش نمیتونه بکشه، میخوای آدم بکشی؟ آقا پس قرار شد زیر تابلو سبقت ممنوع. آره. ساعت 5 درست. آره. حالا اگر این اصلا اومد سر قرارش معلوم میشه که بیا سرشو کلا گذاشته. بله. اگه نیا سر قرار اون وقت معلومه که بین این دو نفر هیچ اتفاقی نیفتاده. همه اون سر کاره. البته البته اگه زن آقا اصلان این پیغامو بهش برسونه. با اون با من معلوم هم میفتم اینم دارم خونهشون. بابا ببینم که بهش گفت یا نه. اگه هم گفت که از به ما هم خبر بده. تلفنی یه جوری بده. نه رنجی
بذار در قلف کنم. تو برو یه استراحتی بکن، بعد از ظهر برگرد. من که جایی رو ندارم برم. خیلی خوب، تو همین ماشین یه چرتی بزن، من برم یه سر خونه برگرد. آقا ببین، میگم تو رو خدا هر جو شده این آقا باید تو پیداش کنیم. من کلی دستمزد طلب دارم ازش. اگه من اونو پیدا نکنم تو رو در جا به دار میکشم، فهمیدی؟ من چه گناهی دارم آقا؟ مردک فکر کردی من حالو هم؟ خودت زدی موش مردگی؟ اگه اونا سرت کلا نمیذاشتن برمیگشتی سراغ من؟ نه. تازه تو دلت به من؟ بگو؟ میخندیدم. غلط میکردی میخندیدی؟ میخندیدم. حالا که کارت گیر کرده اومدی سراغ من. من پدر تو یه دونه رو در جا در میارم. حالا میبینی؟ آقا به ارواح کاخ مادرم بریم. باور بخور من نمیدونستم چی کلکی تو کار شده. کجا دنبال من رو افتادی؟ اونا منو تهدید کرده بودن که اگه من چیزی به شما بگم منو میکشن. بله. میبینی چه آدم هایی پیدا میشن؟ آقا کجا؟ اینجا وامیستی تا من برگردم، فهمیدی؟ همینجا. سلام. جنیس جون بابا کجایی؟ چی کارم داری؟ بیا ببینم ماشینت کجاست بابا؟ بی خودی واسه ماشین این بچه نقشه نکش. من نمیذارم ماشین بده دستت. من فقط پرسیدم ماشین کجاست، همین. سلام بابا. سلام. دست علیه، چی شده مگه؟ من که پولی این ماشین دادم حق ندارم سوارشم. اون وقت خواهرزاده محترم ایشون صبح تا شب ماشین زیر پاشونه. هیچ کس هم نیست بگه به چه اجازه این ماشین دادین دست این پسر جوالقه بی سر پا. باز این اومد. دفعه آخرت باشه به خواهرزاده من توهین میکنی یا؟ من ماشینو بهش دادم، اونم به خاطر اینکه دیروز شما گم شده بودین، گفتم بلکه بگرده پیداتون کنه. خانم من دیروز گم شده بودم، امروز که الحمدلله پیدا شدم. امروز چرا ماشین ورشته برده؟ ماشین مال خودمه، اختیارش هم دست خودمه. باشه باشه، اگه موتور ماشینتون خراب شد بفهمین پسرخاله محترم خرجشو بدن، فهمیدی؟ خوب شد شما این ماشین واسه من خریدی، همش منت رو سر من بذاری بابا جون. من تازه دارم میفهمم که با شما چجوری باید حرف زد. منم تازه فهمیدم با آدمی که همه چیز از خانوادش مخفی میکنه چطوری باید رفتار کرد. خانم من چی از تو قایم کردم؟ نه چیو؟ چیو قایم نکردی؟ این بیات کیه؟ یه نامرد، یه شالاتان نمک بهروم که یه عمر زیر پرابالش گرفتم و رسوندمش به اینجا که لیاقتشو نداشت. ولی خب من تو بعد از اون پیداش میکنم خانم. میخوای پیداش کنی که چی بشه؟ بابا جان همه حساب من خالی کرده برده، تمام اسناد مدارک من نابود شده. اگه پیداش نکنیم بیچاره میشیم خانم، بدبخت میشیم. تو چرا نمیفهمی آخه؟ اینجا نمیذارن آدم بخوابه. اه خوابتون نبود؟ نه همش ور 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 ور. این رئیسمون هم داستانی واسه خودش. آخه تا بعد از اون چجوری میخوایم پیداش کنیم؟ اتفاقا رفتم سراغ رفیقاش، همشون رو تهدید کردم، بهش پیغام دادم اگه تو اصلی اومدی اومدی، اما اگه نیومدی تمام رفیقاتو لو میدم. من مطمئنم که رفیقاش به خاطر خودشونم که شده میرن دنبالش و طرفو برمیدارن میارن. این رفیقاش چیکار کردن که میترسن تو لوشون بدی؟ بفهمید چیکار نکردن خانم، همشون یه ریگی به کفششون دارن. یکیشون قاچاقچی، یکیشون جعل اسناد میکنه و یکی هم مال دزدی این حرفو میخوره. تو خجالت نمیکشی با کسی سر کار داری که رفیقاش اینجوریان؟ وقتی به طرف پول میری دیگه فرقی نمیکنه رفیق این هستی یا رفیق اون. اما یادت باشه خانم اگه من با اینا رفیق نبودم الان تو اون زیرزمین 5 متری مستجر بودیم، وقت این زیبا خانم خودمون لباسای یه آدمای مثل ما رو میشستی. کاشکی همونجا میموندم، این همه دلشوره نداشتم. قصه نخور خانم، اگه نتونیم بیاتو پیدا کنه میریم تو همون زیرزمین، زیرزمین معروف. آها چه خبرته؟ آه با پارسال دوست امسال آشنا؟
این ورا ببینم صبحی واسه چی در رفتی تو زک دست پیش میگیری پس نرفتی آنسی که شما یه اوپیچیجی تو کوچه فرعی من که داشتم میبردم مالزی خب حالا فرمایش اینجا چی کار داری؟ دیدم که شما رو گم کردم گفتم که ماشینو بیام تحویلشون بدم با اجازتون البته خیلی خوب سویچو بده به من برو رد کارت جون بچه گفتم سویچو بده به من برو رد کارت بابا برو اونور واسه بینم چه؟ گفتم بده به من سویچو بیا دست در نکنه اکو؟ هری بابا اون بر جای سوی کنم ازش میترسم چشه چه بس من گوشت میکنه برو اون بر من چشام اینجوریه خب برو اون بر برو در ماشینه بابا به جون خودم چشام اینجوریه بابا سلام خاله سلام علی جون تویی؟ بله چی شد؟ در رو باز کنیم براتون تعریف میکنم چی شد علی؟ چه خبر؟ چی شد خاله جان؟ چی شد علی؟ رفتی سراغ اصلان؟ فهمیدی چی شد؟ روزا کجا میره؟ خاله دست رو دلم نذار که خونه چی شده؟ الان خونه است آقا اصلا؟ آره خونه است. حالا ما که کارا سر در نیوردیم. صبح تا لامون میس مارملک هی این سوراخ هی این سوراخ هی این سوراخ هی این سوراخ. نفهمیدیم چیکار میکنه که فرق قیافش پکر. آها راستی علی یه نفر از طرف آقای بیات زنگ زد. پیغام داد که اصلا ساعت 5 بره جاده لشکرک بیات هم میاد همونجا. تا آدرس بیاتو گرفتی ازش؟ نه. فقط گفتن ساعت 5 جاده لشکرک زیر این تابلوی راهنمایی رنگی. خیلی ممنون. آها تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ حس شیشم خاله فکر نکنم غیر از این چیز دیگه باشه حس شیشمه ولی من نگفتم به اصلانا آفرین بهترین کارو کردی خاله جان خیلی باهوش آفرین به خاطر اینکه یهو میره اونجا دخلشو میارن خطر داره ولی اگه آدم باهوش باشه میبینی که باید بره اونجا مقابله کنه رو در رو حرفاشو بزنه نه ولی نه بابا میرفت اونجا میزدن سرکلهشو میشکوندن خاله این از اون حرفا بودا من اگه اونجا برگ چغندرم خب مواظبشم دیگه ها راست میگی تو هستی ولی یه چیزی من میگم اصلانو بفرستیم بعد خودمونم همگی با ماشین بریم سر قرار ببینیم چه خبره خب این فکر خیلی خوبیه خاله ولی شما نیا چون که دیگه این کارا زنونه نیست که منو میرم چند تا بچه‌مونو برمی‌دارم دوستام همه هیکل گنده آه عین خودم بزن خاله نه بابا چهار تا آدم درست حسابی بردار بیار بله خاله شما برو به اصلا نگین من شما رو فرستادم یادت باشه ببین خاله دوباره داری از اون حرفا میزنی ها من یه عمر تو این کارام تعقیب و گریز و این حرفا فقط شما آدرسو بیار تا من ماشینو میذارم بیرون که دیگه دیر نشه باش ای نه با این ماشین نری ها اصلا میفهمه با آژانس برو من خودم خرجشو میدم باش باش پس با آقا اصلا هم بگو دیگه باشه که دیر نکنه باش تفلک چه ساده است خسته نباشه آقا سلیمی بودم آدم آقا ماشالله خسته نباشه مخلصی من آقا من آمادم برم سر قرار آقا ولی خسته ای تو نه بابا چیزی نیست لب میزنی حالت خوب نیست خوب حالم خوب چیزی نیست خدایا امروز وضعمون روشن بشه حالا یا این وری یا اون وری به هر صورت خوشه یه دقیقه چرکوش نزده دارم صحبت میکنم به هر صورت ما به حقمون برسیم آبرومندانه برگردیم خونه این نرگز مگه بادم نیستم ما این چرکوش میزنم تو مخت نباش باش آره این نرگز هم شوهر بدیم علی هم سر سامون بگیره دست ناییده بگیرم ببرمش مشهد زیارت تو فقط دعا کن بشه آقا ماشالله بقیهش حله به چی؟ که این آقا اصلانه امروز بیاد سر قرار آی 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 آره والا خوب حرفی زد درش اگه بیاد که نصف ماجرا حله نصف بقیهش چیه؟ نصف بقیهش هم یک کتک ازایی میزنیم بهش تا آدرس این بیاتو بده آره سلام حاجی احمد آقا جانا دیر نشه یه رو به سه آقا نه لباس کندم عوض کردم آمادم دیگه خیلی تا نرفتی من باید کار دارم باید تکلیفمون رو روشن بکنم تکلیف چیه؟
اینجوری که شما کار میکنی به دل من نمیچسبه. یالله حاجی بذار این کار ما درست بشه بعد انشالله میچسبیم به کار. من تازه از این کار خوشم اومده. نه احمد میدونه من استعداد عجیبی تو کفش دارم. آره استعداد حالش خوب نیست. آره. اگه یه ماه اینجا رو میترکم. آره حالم خوب نیست حاجی. یه پیشنهاد خوب براتون دارم. خیر باشه حاجی. خیره. هم برای من خیره. هم برای شما خیره. چی هست؟ امروز از یه جایی دارم میام. یه جایی رو دیدم. جون میده واسه کارگاه کفشی. میخوام بفرستمتون اونجا. خب چیکار کنیم؟ عزیزم خب معلومه دیگه سرمایه از من کارم از شما بریم اونجا کار کنیم. آره بعد درآمدش هم میشینیم با هم دیگه تفاوتی درصدی رو با هم کنار میاییم یه درصدی رو شما میبرین یه درصدی رو من میشینیم با هم دیگه تفاوت میکنیم. آره توافقی یعنی آره همینی که من... آره میشین توافقی یه درصدی از شما یه درصدی هم از شما تفاوتی خوبه یعنی منو آقا ماشاءالله شریک شیم ستایی با هم شریک شیم احمد جان منم من با شما میتونم ولی با این آبم توی جوب نمیره خیلی دلت بخواد آقا رو باش حاجی همچی پیشنهادی داره میده به اعتبار من داره میده نه اونا شما فکر کرد نه خیر همچی حرفی نیست شما به اعتبار این نه حاجی آره دیدی حالا این دفعه به اعتبار شما بوده دیدی اصلا نمیتونه درست حرف بزنه من مگه پسرت هم اینجوری با من حرف میزنی ببین اگه قرار باشه اینجوری با هم رفتار بکنی اینجوری من نمیتونم با تو شریک بشم من دوست دارم شما دوتا با هم باشید ما با همیم حاجی ما با همیم ما هیچ چیزی نمیتونم ما رو جدا کنه از هم دیگه تازه من بعضم خوب بشه میخوام یه قبر دو طبقه بگرم که بعد از مرگ با هم باشیم دوتا تلفن که آره آجی حتما طبقه اولش هم میخوای خودت برداری نقشه ها کشیدم احمد میخوام دوتا قبره رو چیکار کنم پیراهن نبشش بزنم نبشی بغلاش بندازم که زلزله درشتری هم میاد تکونش نتونه بده بعد چی سیستم تعبیه سیستم تعبیه دیگه دارم سنگ گرانیت نماش باشه اصلا سنگ گرانیت بله آقا ماشاءالله جانم تلفن با شماست با من؟ بله چیه؟ از منزله دل تو شماره مالزی رو دادی به اینا؟ من فکر کنم این پسره آخرش هم چی پته ما رو ریخته رو آب جلوی مامانش خودت خواستی واسه خبر بده بابا آها خبر قرار رو میخواد بده اصلا خواهره دست در نکنه الو علی توی آها بابا آه. مامانت نیست بشه آها بس یواش صحبت کن دیگه خب چه خبر علی خاله چه آتش داد به اصلا خب گفتش که سر ساعت پنج اونجا باشه حالا اگه اصلا سر ساعت پنج رفت اونجا خب ما میفهمی دنبال بیات دیگه همه چه حل میشه ایشالا تا دو سه روز دیگه هم شما میاییم نه بابا نه نه من حواسم ای جان دیگه به هر حال صحبت یه عمر زندگی دیگه بعد به حرف بزرگترها گوش کرد و بله دیگه ایشالا ببینیم چی میشه دیگه اون خرید لباس عروس و اینا هم اون کفش پاشنه بلند که گفتم بپوشی به خاطر اینکه یه کمی قد دمن کوتاه تره کفش پاشنه بلند بپوشی بهتره نه بابا هم کفش تو تخمرگه خود خوبه بابا مامان اینجا بود بخواستم رد گم کنم آره فکر این رو سال خب سلام راستین جو حاله چطوری؟ ببخشی مزاحم شدیم چطوری؟ سلام جنس جو حال علی خونه است؟ علی؟ آره علی که داره با تلفن با تو حرف میزنه که با من؟ آره دروغ گفته بهتون بده ببینم این تلفن تو این که اصلا خاموشه الو علی ناهید میبینی که روبروت وایستده که ببشون خاله مهم نیست والا جنم سر از کار این بچه در نمیاره حالا بیاین توی دقیقه نه خیلی ممنون ما عجله داریم دیرمون شده بعد بریم فقط لطف کن بگو علی یه دقیقه بیاد بیرون آره دیگه بابا تمومش کنیم بره مامانم تفلک خیلی عصبش خورده بیایی زودتر که بی خود من سرم بره حرف مادرم و زمین نمیذارم جینوس خانم فهمیدی؟ از همین اول زندگی مادرم نقش داره تو زندگی ما بله بله گوشی دقیقه پاشو باهات کار فوری دارن بله بله بذار حالیش کنم همین اول زندگی دیگه شما برو من اینو آدم باش برو دم در کارت دارم بابا دارم حرف میزنم حرف زندگیه من نمیبینی کار دارم پاشو باهات کار فوری دارن
جینوس خانم یه دقیقه گوشی کیه؟ جینوس خانم دختر خالتون. کی؟ جینوس. این کیه من باهاش حرف میزنم؟ نمیدونم. آقا یکم صحبت کن شما. این کی جینوسی؟ آقا شما چه شماره یا گرفتین؟ خب عزیز من شما الان به جای 6 باید 2 رو بگیری. الان ما اسیر اشتباه شدی. بله خواهش میکنم. میبینی مامان اسیر اشتباه شدی. علی یک تخم چشم من از تو در بیارم که تا آخر عمرت با عصا را بری. سلام خاله. سلام. چه خبره؟ اتفاقا خواستم زنگ زنم حالتون رو بپرسم چی شده؟ گفتم امروز که میخوای بری سر قرار اصلان و بیات یه زحمت دیگه هم بر من بکشی. خواهش میکنم خاله چه زحمت؟ ببین علی من این دوربین آوردم از دور ازش فیلم بگیری ببینیم این بیات کیه. دیدین دیگه پلیسیازی و آره. فقط یه مقتول توپول کم داریم که اینسه جنازه یافته این وسط. بل کن بابا رو میگه مقتول توپول. برای چی میخندی؟ ببین چی میگه این مقتول توپول. تو رو تو ماشین چرا؟ بشین تو ماشین دیگه هم نخند. چرا؟ بشین. ببین علی جون زیاد بهشون نزدیک نشی ها، مگر وقتی دیدی خطری داره اصلانه تهدید میکنه. خب نه خاله حواسم هست به این چیزا. در مورد این ماجرام چیزی به مامانت نگو ندونه بهتره. آقا به جام این دیگه دیر شده را پول بگیرم و بیام برم دنبال کار رو دیگه. پول چی بری بگیری؟ بیا باشه خاله جدی میگم ها. این چقدره؟ بیا میگیرم ها. بگیر فقط از اونجا برگشتی یه راست میای پیش خودم. خب حتما بعدش هم از طرف من از مامانت خدافظی کن. باشه چش این دگمشو اینه دیگه رکوردر. آره بزن اینو بلدم. بعد جلوه ویژش کدومه؟ جلوه ویژه نداره تو هم. این نداره؟ نه بابا ساده ساده میگیرم دیگه. خب باشه خاله حرکت. خدا حافظ. ددددن آقل آقا ماشالله. آری در جاده هبریشم بودیم که مارکوپولو به خونه آقا ماشالله رسید. از میان جنگل انبوه گذشت و به این سلطنتی رسید و اینم عجیبترین حفره عالم. در اینجا کبوترهای بیشور را میبینیم که یا به گویی میکنن. مارکوپولو همچنان چرخی میزد و یوه مادرش را دی. ماما میگم که نظری در برونه این که خاله اینا یهو اومدن اینجا و این دورونشون رو دادن من واسه شون تعمیر کنم چیه؟ اصلا چرا دادن به من واسه شون تعمیر کنم؟ نظرم اینی که از جلو چشمم بیباره گم شو بیرون تا بابات هم نیمده توی خونه با تو توی خونه نذار. آری مارکو مورد هجوم یکی از بومیان جزیره قرار گرفت. مارکو میگریخت. بومی به دنبال او. مارکو خداحافظی کرد. مارکو برو گم شو بیرون پاتم دیگه تو این جزیره نذار. برو بیرون. مادر نگران مارکو نباش. خداحافظ. برو مسخره. آقا بیا پایین کمک کنیم اینو بزنیم سر جاش. آخه این تابلو من فکر نمی‌کنم مال اینجا باشه. اینو همینجوری انداختن اینجور رفتن. این خطا ممتد نیست بابا. بالاخره باید یه نشونه باشه این بیچاره اومد اینجا سرگردون نشه ما رو پیدا کنه دیگه. چه میدونم والا تهرانی به این گله گشادی
یه جای واسه قرار گذاشتن شما دوتا نبود. عد بیم وسط این بیابون بیاب علم. چشم اشتباه کردیم، این دفعه با شما چک میکنیم. برده اینه، بزن اینجا مرد حسابی برده. آره رو به این بر باشه. باش خوبه؟ بکوب زمین هست، بکوب بینیم. آها برداری میکنی؟ میگم چرا فیلم برداری میکنی؟ ببین اینا یه بانده خب؟ اینا روزا میان تابلوها رو میکنن، بعد میبرن اوراق میکنن، بعد به قیمت ها هم پاره میفروشن. به شما چه مربوطه؟ بسید که ما شهروندیم ها؟ کار تو بکنم. بفرم ساعت پنجمی شدی مردک بیداش نشد. بله اینم وضعیت. آقا بگم این آقا بیاد تمام دار و ندار شما رو برداشته برده هرکی در تو قرار گذاشته. این کجاش خنده در این جوری مثلا میگم چون تو قرار گذاشته برده. واسه این که ترسیده من برم رفیقاشو به پلیس لو بدم. حالا پیغام من رسیده آقای بیاد اینه که قرخیده. آره اینجوریه. پس میام بالاخره میام. آقا جناب سلام علیکم. سلام علیکم. چی بابا؟ ببخشید دیر شده. خواهش میکنم. میدونی این لامربت با سربالایی زیاد میونه خوبی نداره، برای همین دیر شد. بفهمید سباشه. ببخشید شما؟ بنده از طرف آقای باید خدمت دارم. خودش کجا؟ منتظر شما تو ویلا. این مردک با من اینجا قرار داره، تو ویلا چه خبره؟ قربونتون برم. برای دو تا شخصیت مهم چه جنابالی آقای بیاد زشته تو یه همچین جایی با هم قرار بذارین. بس میگه تو ویلا منتظرتون. آره خیلی خوب. بله خیلی خوب. پس تو اینجا باش، من به این رانندم بگم بره تا اینکه باید بیم. خب ببین من با این آقا میرم، تو پشت ما یواشکی میرم. یه جور بیایی که چی؟ که نشنیدم. منم نشنیدم. نه با شما نبودم، راحت بشین. نمیدونه چی با بابا نفهمه که تو داری ما رو تعقیب میکنی. آها گرفتم، برو دارم میگم که با این لگن باید بریم دیگه. ای بابا شما که داری میگی لگن، که نگم لگن، لگنه دیگه. شما که نگی بقیه هم نمیگن. منم نگم بقیه میگن، لگنه دیگه. لگن. برو بریم دیگه. سوار شما، سوار. عجب بدبختی داریم از دست این لگن. لگن نه، این اگه لگن داری؟ کجا کار داری؟ بیا پایین. نه بابا هزار تا کار دارم. برو یه کار. کجا کار داری؟ بیا پایین. چیه؟
فکر کردی مملکت قانون نداره تابلوهای کنار جاده رو می‌دوزی؟ کی دوزید آقا؟ چه تهمت می‌زنی؟ تابلو که سر جاشه. سر جاشه این؟ اینجا. آقا یقه رو بکن. اینجا. من باید 1000 تومن شرط می‌دادم با یه لگدی می‌افتی. چی؟ که این که روزا میای اینو میکنی شبا میای جمع میکنی. آخه مردسه من تابلو برای چمه به چه درد میخوره؟ اگه به درد میخوره واسه چی میدوزی؟ بابا خدا پدر مادر تو بیامرزه برو ببینیم بابا. قانه هم که نیستی 50 تا جیب با خودت برداشتی آوردی. وایس اینجا ببینم. آقا من کار دارم آقا من باید برم. بری هوا خیلی فسته بری که خودت هم مشکوکی بری فیلمه تو برمیدارم میدم بکشم فرما کجاست؟ اینجا. آها پس اومده تو این سوراخ موش قایم شده. عقد آقا از ترس شماست. بله ولی خواهشم نوکرت حالا که داره قضیه به خیر و خوشی تموم میشه بله یه کاری نکنین کار به کتک کاری برسه. آخه این اصلا لیاقت کتک خوردن داره این بیا حرفا میزنی ها؟ نیتان بله. نیتان سلاخ این جا. نیتان سلاخه. کی؟ نیتان با تیغ سلمونی این تیغ کوچیکا بله. گاو سر میبره. این آره همین پریروز یه شتر با این تیغ سر برید. راست تو سلامت کردم. سلام حال شما خوبه؟ سلام قربان امری باشه. متشکرم. لطفا این در باز کنید. بله چش متشکرم. ببین که من یه زنگ بزنم الان. بیا اینجا آنتن نمیده اینجا. تلفن تو هست. من یه کاری میکنم آنتن بده. نه خیر برو تو. میگم برو تو. برو 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 جلو برو 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 آوردمش. مرد حسابی تو خجالت نمیکشی؟ من به تو اطمینان کردم. با تو اما با منی؟ آره برو بابا خوشت میاد. باشه خوش اومدی آقا. اصلا شما پس این بازی ها همش یه نقشه او داره؟ بفهم بشین. تنهایی؟ رفیقت کجاست؟ ما رفیق زیاد داریم. کدومشون؟ ماشالله رو میگم. کدوم ماشالله؟ همین آقا ماشالله خودمونه میگه دیگه. نه آقا ماشالله نه این اونی. آه ببینم هنوزم مالزیه؟ تو کجا میشناسیش؟ خیلی سرم باجن آقام آخه. میگم اون عکسایی که توی مالزی با هم گرفتین خیلی باحال بود. رنگی عالی. آدم ساده ایه. خیلی ساده است. تنها کسی که وقتی داشتم کلاشو برمی داشتم دلم برای سوخت. من دوست دارم طرفم پدر سوخته باشه. پدر سوخته. بله بله اینجوری دیگه عذاب وجدان نمی کنه. خب آقای عذاب وجدان بفرمید که ما رو واسه چی آوردی اینجا؟ آقای بیات گفتن بیا اینجا. بیات؟ نمیشناسمش. نمیدونی کیه؟ نه نه همونی که در به در دنبالشی. ببینم نکنه تو آدم بیاتی درسته؟ نه من آدمش نیستم.
با ما یه خوش حسابی داشت، طلبمونو داد، بعدم گفت که چرا بریم مالزی کار کنی، حیف توه، بیا پیش خودم کار کن. ما هم گفتیم چشم. لابد این آقا ماشاءالله واسه بیات کار. نه بابا اون احمق که برو بچه واسه من بگیرش جلو نیا، برو عقب واسه چی شو؟ برو همونجا واسه چی؟ برو بچه واسه من فیلم بازی نکن، من قول میدم تمام این بازی زیر سر اون ماشاءالله. ببین من این چرت و پرت عالیم نیست، آقای بیات به من گفته شما رو بیارم اینجا یه پیغام بهتون بدم، بعد شما برید سر کار زندگیت. خب بفرمید پیغامتون رو. آقای بیات فرمودن دست از این قضیه بردار، خودتو بکش کنار. کدوم قضیه؟ ببین تو خودت هم دستشی، دستتون توی یه کاسه است، چی کار فوقش میتونی بکنی؟ بعد بری شکایت کنی، اونم میان یقه خودتو میگیرن، خودت شریک جرمی. ببین آقا جون من اصلا نمیفهم تو چی میگی. من دلم میخواد امشب بیاتو ببینم اصلا کی هست، یه همچه آدمی وجود داره؟ اگه داره ما ببینیم اقلا چه شکلی این آدم. باشه بفرمایید من پیغامتونو بهش میدم. عرشیه بفرمایید. میگم تو نمیترسی من برم جلوی کلانتری لوت بدم بیان بگیرنه؟ به چه جرمی؟ به جرم همکاری با بیات. کی؟ همکاری با بیات. بیات؟ من بیات نمیشناسم، یادم نمیاد کی. خوشم اومد، خوشم اومد. میخوام باهات تنهایی صحبت کنم. من با هیچ کس تنهایی صحبت نمی کنم. ببرش هرشی. آره. ببین بلم کن بلش. میگم آ فرض کن آقا بیاتی هست، تو هم داری واسه اون کار میکنی، منم در به در به دنبالشم. حالا من چی کار باید بکنم که نه سیخ بسوزه نه کباب؟ یه راه بیشتر نداری. چرایی؟ راتین باید کتبن برای ما بنویسی. کاغذ قلم داریم؟ آره دستور میدیم بیارن آقا. خیلی خوب اونم هست. شما باید کتبن بنویسی که هیچ طلبی از بیات نداری، یک. بله. دو هم دستش بودی، توی کلاهبرداری باهاش بودی، شریکش بودی. این دو قلم بنویسی، شما میری سر زندگیت، ما هم به کارمون میرسیم. خب اگه ننویسم چی؟ دیگه از اینجا نمیتونی بری بیرون. تو که الان گفتی میتونی برم بیرون. بچه ها بیرون منتظرتن. به چی بشه؟ یه قطره دیگه پاشون بنویسم. بگو بچه بیانم اینجا، یه دار زدن که این همه برو بیا نداری که. تازه فکر کنم این قلاب اونقدر محکم است که وزن منو تحمل کنه. بله محکمه. آره هست. بگو بشکر رو بیاره. بگو بشکر بیاره. میگم آقا این تورا با من حرف زد بنده خدا. زن بچه داره. یه ارفاقی بهش بکنی. برو اینقدر حرف مفت نزن. نه اجازه بده آقا، من میخوام به نفع توه. فعلا یه دسته یه پاشو میزنیم، بعدا اگر دیدیم نکته رو وقت. آقا اینقدر حرف مفت نزن، برو بگو بچه بیام. بگو بیاره. بگو بیاره. سلیمون. بله آقا عرشیا. بشکر بیاد تو میدون. میبینی مردنم سخت نیست. نه تو این دنیا هیچی سخت نیست، سختی هم اون بره. اون بر رفتی؟ ایشالله امروز به کمک شما میریم. نه نه من خودم ایشالله. میرم بالا سب کن، خودم میرم بالا. برو بالا، برو بچم. حله این بری این بری. هر جو شما راحتی من اون بری بایستم. سیزه صاف صوفت کنیم. خوبه. بله. این تنها ها باید بیشتر بکشی. برو اونو یه ذره بکشش. آها. خوبه خوبه. آره. خوبه. یه ذره باید گشادتر بشین. میدونی به گردن من نمیخوره. یه ذره شلش کن. شلش کن. من فکر کنم مشکل موهات. این موهاتو فرق کردی. منم هم شما زد حساب نمیبرم دیگه. برو اینجوری تو صورت چشاتو وقزده کن. اینجوری کن.
نه همه این کارا کردن نمیترسم. جدی؟ آره. چرا؟ فکرم سیبیلات کم کمه. کم پشت است. همینه دیگه مشکل. کم پشت است. سلام. سلام. جا هاشیا. من کارم اون تو تموم شد. حالا دیگه نوبت شما هست. برو. آقا ماشاءالله اومد که. آره باباست. چه خبر؟ قرار ما این بود. چی شد؟ قرار ما این بود فقط زیر پا کشی بکنیم، نه آدم کشی. کشتینش؟ کیو بکشیم؟ آقا اصلانو. آقا اصلانو واسه چی بکشیم؟ بابا همش تقصیر این احمق احمده. اون یه بلایی سر این بدبخت آورده که لادی به مرگ خودشه. کی اصلان؟ آبا چرا وایستادین؟ اینجا دارن آدم دار میزنن، الان پلیس میاد. درید جونتون رو نجات بدین. الان پلیس میاد. برین. جناق منو میخوام بکشن؟ تو من باباشو در میارم. بابا چی بابا شما کجا مخبری؟ بلم کن پسر. آخه مظلوم گیره بردم. بیا بفهمه تو اینجایی که همه چی خراب میشه آبرمون میره. ساکت باش. آخه پسر اگه بکشنش من جواب خالت تو چی بدم؟ چی بکشتش بابا؟ من گوسفند هم اینجوری بکشنش. شما اینجا وایس ببینیم چی میشه. باش. اگه خواست اتفاق بیفته داد میزنه به هر حال دیگه. برم. ببین یه دقیقه وایس میگم بابا. الان ببینتت همه چی خراب شد. میفهمی؟ صدا منو میفهمی؟ خب بابا قربون دست. خب 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 چرا انقدر خب خب میکنی؟ آقا شما تا حالا آدم دار نزدین؟ خب مجرد دو بس آقا خب حاضری؟ حاضرم برو باشو فکراتو کردی هم اشاره؟ تا حالا تو عمرم به این خوبی فکر نکرده بودم. قربون دستم بچه یکی بزنه زیر این بشکه مو خیالم راحت شه. برو بریم. خب پس خدایا ما رو ببخشین خودش گیر داده. میگه منو بکش. آره آره بگین همه بگین خدایا ما رو ببخش. خودش گیر داده که منو بکش. یه ببخشید دیگه. برو دستت. برو بریم. بریم. برو بریم. میگم این گرش محکمه. یه موقع بس. آقا تو کار ما دخالت نکن دیگه عزیز من. بفرمایید. 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 دخالت نکن. شرمنده. آقا بسم الله. چیکار کنه؟ برو دیگه بزن زیر باشه خلاصش کن دیگه. بزن بزن دیگه. بزن ببین. من بزنم. بزن دیگه. آره برو بریم. احمد آقا شما ببخشید این الان کلش داغه. وقتی مرد تازه میفهمه چه اتفاقی افتاده. خب من چیکار کنم؟ اینو بزن بره دیگه. بزن دیگه. بزن ببین میگه بزن دیگه. بزن دیگه. من پام درد میکنه چه جوری بزنم؟ از این بالاتر نمیاد. به من چه جوری بزنم؟ پاک ما رو علاف کردین. آخه اینم شد کار. یه آدم کشی اینقدر معطلی داره اصلا زنگ بزنی خود بیاد بیاد. آقا یعنی چی من نفهمم؟ خیلی خوب شما چیکار داری؟ چش بفهم دلت برای این سوخته؟ این بمیره همه ملت راحت میشن. یک کلاهبردار یه دومی نداره. آقا قربون دست بزن این ما بریم دنبال کارم. ببین سلیمان من دارم میرم بیرون. خب کار دارم. نه که نه فکر کنی ترسیدم. نه بابا نه نگم ترس و کار ما نیست. ولی میرم بیرون کار دارم. موقعی که برگشتم آقا باید گله دار باشه. چشم احمد آقا خیلی تخت هیچ حرفی هم پذیرفتنی نیست. احمد جون اصلا نگران نباش. شما خودت حواست باشه. من هوای کله دارم. خدافظ. برو. خیلی ممنون بابت دار زدن این حرفا. لطف کردی. آقا دست شما درد نکنه. ببخشید این قابل شما نداره. بابا بذار جیب دو علی حرفا نیست. باشه کیسه رفته. میگم ها این آقای بیات اونقدر احمق نیست که احمقایی مثل شما رو استخدام کرده باشه. چی داره میگه؟ فوشتم این مال چیه؟ چه میدونم چیه؟ استخونه اصلان چه؟ مجهش میگه احمد سلام بفرمایم بفرمایم بشن احمد تو اون تو داری چی کار میکنی با این بند خدا؟ ببین آقا ماشالله این یارو با جناقته که هست دوست دوران. سلام سلام بسید. دوست دوران بچگیته که باشه ما فقط یه را برامون بیشتر نمونده. چرا یه؟
اینه بکشیمش بالای دار دیگه. تو بیخود میکنی؟ تو غلط کردی؟ بیجا کردی؟ آقا جون مگه من بهش میگم خودش گیر داده؟ من بهش میگم برو رد کارت نمیره، به میگه بعد منو بکشی. خب تو قرار شد ازش بپرسی آدرس بیات کجاست، همین با زبون خوش. بابا اصلا نمیدونی چه گرفتاری شدیم. واقعیتش ما یه قاپی اومدیم براش، گفتیم که یا حرف میزنی یا میکشیمت بالای دار. حالا حرف نزده گیر داده، میگه منو بکشین بالای دار. ما موندیم آقا اینو بکشیمش یا نکشیمش. نکشیمش زایست، بکشیمش گرفتار شدیم. اصلا موندیم چی کار کنیم؟ یه توی فکری بکنیم. من میگم لابد دست ما رو خونده. پس چی؟ میدونه ما با هم آشنایی، نقشه رو ما کشیدیم. خب تو شوت بازی در میاری دیگه. چرا؟ بابا من گفتم میری اونجا بهش بگو که من کارکن بیاتم، همه چی هم میدونم. دست کم نگیر، یک جونوریه فهمیده بابا، همه چیزو میدونه. میدونه من آقا ماشاءالله با هم رفیقیم. از کجا میدونه آخه؟ از اون عکسا رو دیده دیگه، ما رو با هم دیده. راست میگه، دیوونه که نیست میفهمه با هم رفیقیم. خب حالا باید چه غلطی بکنیم؟ چه میدونم. بفهمین آقا، بفهمه بشه. بفهم. عکسا رو دیده، راست میگه. من میگم یه را برامون بیشتر نمونده. چرایی؟ یا بعد اینو بکشیمش یا نبزنیم دریم. دریم هم بد نیست. بفهم. بشه تو رو خدا بشه. خاکم سرت با این نقشت. این نقشه بود آخه. برچی ولش کردیم اومدیم بیرون. تموم شد آن کارش. چی تموم شد؟ کشتیمش. خیلی آدم بد دهنی بود. خیلی آدم بد. کشتیمش. تو بی کشتیمش؟ فوش خون جلوی چمونه گرفت. برشن برین خودتون ببینید دیگه. فوش بده مگه برای فوش آدم میکشم؟ آقای باید بخش شدیم، بیچاره شدیم اصلا جان. حالا چجوری بریم تهرون؟ ای وای باشه ببین چی اومده با جناقه ماشالله باشه چشت اومده. این اگه مرده باشه که ما بیچاره ایم، تا آخر اون باید تو کفشی قایم شیم. قایم بشی؟ من میرم لط میدم. تو با جناقه عزیز دل منو کشتی، تو فرستدی سینه قبرستون. آخه حالا خودتو کنترل کن ماشالله، باید یکی شده دیگه. باید کنترل عالی میشه دیگه. با این داری که دیدم ولی بدنش که آقا بدنش که آقا ببین دست نزن به این، انگوش نگاریت میکنن بعد میگن قاتل توی بدبخت. این چیزش میزنه ها. چی؟ این چیزش تون تون داره میزنه. کنار خطر نکنه. چیه؟ این چیزش چیش میزنه؟ تو دست میزنه یا میفهمن که نبز نبزش میزنه. این سالم ها خبه خبه موقع زنده نشه تو اینجوری بری منو ببینه آبروم بره ها. نه این بیهوش شده بابا، من مطمئنم این زهرش جسته. حالا چی کار کنی؟ یه را بیشتر نداره بابا. چه رایی همه باید دریم دیگه، خطرناکه. نه نه تو رو خدا بلند نشه آقا ماشاءالله. آقا من چیز بد دارم میگم بذاریم در این مرده خطرناک. آقا بد میگم ولی راست میگه بابا. خب در نیم واسه چی باشتی؟ بفهم بچت هم داره میگه بابا پسرت هم میگه منو میزنی؟ تو داری تو دنی بچه میزنی دیگه. من چرم تو داره چیکار کنیم حالا؟ من میگم یه کاری بابا کنیم، یکی باید پیشش وایسه این که حالش خوب شد بعد مثلا بذاره در یک چه میدونم یک کاری بکنه. رسمی خوبه به هوش بیاد اونجوری بهتر. خوبه خوب فکر خوبیه. آقا بریم بیا بریم دیگه. دیوونه بیدار شه بابامو ببینه که همه چی لو میره. نه نه کجا رفته؟ چی لو؟ آها شما رو میشناسه. بله میشناسه. خب آره یکی دیگه باید بمون. ببین من نمیمونم با این جنازه اینجا تنها، میترسم. بابا جون جنازه کدومه؟ این نیم ساعت دیگه حالش بهتر از من تو میشه. همینجا با چماق بشین بالای سرش. هر موقع به او چماق ردش کن بره دیگه احمد. بابا یه زحمتش افتاد پا شما. آره. پس زود بیاین. باش. بابا. آره. زحمتش افتاد. بیا.
کیه؟ ببخشید خانم، آقا اصلا تشریف دارم؟ نه، شما؟ من همکارشون هستم. نیومدن خونه؟ ساعت 4 که رفتم بیرون هنوز نیومدن. ببخشید خانم، میشه به مادرتون بگید یه لحظه بیادم در؟ یه لحظه صبر کنین. ممنونم. اون ذات بد ذاتت بیاد بیاد. آخه چطور دلت اومد منو بپیشونی؟ سلام خانم، شب شما بخیر. سلام، بفرمایید. تو رو خدا یه وقت نگران نشید، اتفاق خاصی نیفتاده، اما یه جریانی هست که شما باید بدونید. چه جریانی؟ شوهر شما امروز ساعت 5 با یکی قرار داشت، درسته؟ بله، با بیات. من رسوندمشون سر قرار خانم، اما بیات نیومده بود. به جای خودش کسی رو فرستاده بود که آقاسان با خودش برد. آقا اصلا بیچاره ترسیده بود، به من گفت دنبالم بیا، نکنه اینو بلای سرم بیارم. منم دنبالشون کردم تو جاده، اما بدبختی گمشون کردم. وای، آخه این بیات کیه؟ زندگی ما رو با آتیش کشیده. رفیق آقا اصلانه. اینا سال هاست که با هم کار میکنن، اما الان شراکتشون به هم خورده. یعنی آقا بیات سر آقا اصلانو کلا گذاشته. این آقا بیات آدم هفت خطیه، سر منم کلا گذاشته. شما کی هستی؟ من براشون کار میکردم. آخه اینا با هم دیگه چه کاری دارن؟ شراکتشون با هم دیگه چیه؟ ولی خانم، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ اینا همه کار میکردن، کارشون یه جوری زیرجلکی بود، جهل اسناد، مهاجرت، قاچاق، همه کاری میکردن. پس حقشه هر بلایی سرش بیاد، حقشه. ببخشید خانم، من شما رو نگران کردم. اصلا من نگران نیستم، هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه دیگه. این شد حرف حساب. ضمناً شما هم دیگه این ورا پیدات نمیشه، فکر کن اینجا خونه آقا اصلا نیست. این چه حرفی خانم؟ حرف حسابی. خواهش میکنم، لعنت بر اون شرف نداشتت بیات. ببین منو به چه روزی انداختی؟ به سلامتیمونم دیگه ازدواج کرد دیگه، به مراد دلش رسید. کی؟ ملینا هم این دختر بیریخته میامد اینجا میرفت. آها، بعد شوهرش هم که دیگه پول دار و اوورد خرج میکنه و خوش به حالش بود. ببین آرشگاه کجا میره؟ ببین بگو پولشو حروم نکنه، بیاد من خودم اصلاحش میکنم. ببین ژیلا زیبا خانم ما چی میگه؟ میگه که بیاد اینجا من اصلاحش میکنم، فکر کن با اون دک و پوزش. خب دانشگاه واسه چی؟ زود باش تمومش کن، میخوام زنگ بزنم. ولش کن، حرفتو بزن. نه بابا، تو که شوهرتو پیدا کردی، مدرک دیگه به چه دردت میخوره؟ باز منو بگی یه چیزی. قطع کن، من زنگ بزنم بعد تو دوباره تلفن کن. حرف میزنم. 200-300 هزار دلار اگه مثلا تو حساب آدم باشه. ببین یه لحظه بده من گوشی رو. بابا زشت باشم حرف میزدم، حرفتو بذار برای بعد. بابا باز دوباره گم شده، یکی اومده سوارش کرده برده. ای بابا تو دیگه کی هستی؟ به خدا برای من عجیبه، بعد از این همه سال این هنوز با اخلاق بابا عادت پیدا نکرده. یه خط در میان داره نگرانش میشه، گم شده. مگه شهر هرته؟ تا الان که هیچ اتفاقی واسه بابا نیفتاده. اه زبون تو گاز بگی. بابا تلفن منو قطع کنه. اتفاق یه بار میفته دختری خوب. میبینی که دیوونه است، بشین تو حرفتو بزن. حالا الو نرگس خاله، سلام، خوبی؟ مامانت خوبه؟ سلام بهش برسون، گوشی رو بده به علی باش کار دارم. از بعد از ارتالا یعنی بر نگشته؟ پس اگه اومد بهش بگو به من یه زنگ بزنه، من خیلی نگرانم. باشه چشم، علی اومد میگم حتما باهاتون تماس بگیر. ای بابا شما هم سلام برسونی، قربان شما خودت. خیر باشه. میگه علیو فرستاده دنبال آقا اصلان که سر از کارش در بیاره. یکی باید دنبال خود علی بیفته که سر از کار خودش در بیاره. من نمیفهمم این خالت بعضی اوقات از زرنگی شیطونو دست میده، بعضی اوقات هم میشه عین بچه 5 ساله. ولی فکر میکنم این دفعه آقا اصلا واقعا گرفتار شده، چون خاله بدجوری به دست و پا افتاده بود. گرفتار چی شده؟ نمیدونم، ولی آخه هیچ وقت خاله مثل امشب پای تلفن دیگه با ما درد دل نمیکرد. ببین مادر جون، ما هر چقدر خودمون رو قاطی نکنیم به نفعمونه. اصلا به ما چه مربوطه؟ ما نه سر پیازیم نه تای پیازیم. از این به بعدم علی رو قدغن میکنم که اصلا قاطی ماجراها اینا نشه. مامان قدغن یعنی چی؟ به تو چه؟ مامان جون خب بچه کنجکاوی، چرا دعواش میونه؟ خب قشنگش توضیح بده. مادر جون من نمیتونم توضیح بدم،
شما میتونی شما توضیح بدی. قدغن یعنی ممنوع، فهمیدی؟ آره. خلا بگو ممنونم. آها خیلی فهمیدی، دیدی چه قشنگ گفت؟ آره. توضیح بهش دادی دیگه نه؟ سلام علی آقا. علیکم و سلام. به 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 به، دیگه داری مرد میشی با دوربین فیلم برداری و لوازم زندگی. کجا با این عجله جون؟ میگم کجا با این عجله؟ خونم. من نوکر خونتونم، چرا دوربین داری از من فیلم میگیری؟ والا اینو بابا فرستاده، گفت بچه معلو فیلم برداری کن بفرستم واسه حوصله‌اش سرد نره. جدی میگی؟ آره. یه دقیقه صبر کن برم لباس عوض کنم. نه نه نه، بیا بیا، همین لباس خوبه، همین لباس خوبه، فون بفرستم واسه حوصله‌اش سرد نره. چند نفر دوره من میخوام بشینم بخندم. علی جون من سب زنجیری سلام علی. به به شوکت خانوم، حالا چطوره؟ خوبم علی، خواستم بهت یک چیزی بگم. چی میخوای بگی؟ بگو. آقا اصلانو دزدیدن. جدی؟ آره. من قفلش نکرده بودم. نمیدونم راست میگم، اما خاله اینا زنگ زدن، همین الان زنگ زد، گفتش که آقا اصلانو بردن دزدیدن. بعد مامانم گفت به تو نگیم، قدغمه. چی؟ قدیقمی. آها خیلی ممنونم، دستون درد نکنه. حالا مامانه کجا؟ طبقه بالا. خب ببین تو به مامانه نگو، منو دیدی. باشه باشه، من میرم و سری برمیگردم. باشه. نارم یواشک بیار بذار تو آشپز خونه. باشه. قدیقمی ها. ممنونم. ممنونم. خدافظ. مصرف آبت بالاست، اینقدر آب رو مرده ریخته بودی تا حالا زنده میشد. من اینجا شما جدی جدی منو دار زدی؟ شانست گرفت، تناب پاره شد و یه نشب اول قبرت بود. ولی نگران نباش، بچه ها رفتن بیرون شام بگیرن، میشینیم دور هم شامه رو میزنیم و به سلامتی میفرستیم دون بالا و خلاص. بیاد گفت منو بکشی؟ نه بابا، اون بیچارم بدتر از ما، گفت کاری به کارش نداشته باشیم، فقط گفت یه گفت که فقط اگه یه دندگی کرد لجبازی کرد اون موقع حالا هر کاری خواستین بکن. ببین آقا جان، اون صندلی که بازجوها میشینن بازجویی میکنن متهمو این شکل نیست. آره. دسته نداره. آره اونا دیدن. آره اونا صافه. حالا بگو. یه چی دیگه، شما یه لطفی بکن دیگه، کوتاه بیا قضیه رو حلش کنیم، بیاتو ولش کن دیگه. باشه من بیاتو ولش میکنم، کوتاه میام، فقط یه شرط داری. چه شرطی؟ من امشب باید بیاتو اینجا ببینم، یعنی میاریش اینجا میبینم، وگرنه عمرم بیرون برون نیستم. بابا اون هفت پادشاه رو داره خواب میبینه، حالاش اون فکر میکنه شما مردی، اون الان فکر میکنه شما مردی هست. بله بله خوب باشه. ببینیم اصلا از کجا معلوم شما آدم های بیاتی؟ بهم نمیاد؟ نه نه بهم نمیاد 15 میلیون پول بگیرم بی زبون که شما رو از سر راه بیات بردارم.
نمیخوره به. چرا؟ میخوره. چرا میخوره؟ خب پول گرفتیم که ما را از سر راه برده. ببین من 15 میلیون رو بهت میدم. نه با من باش حرف زدم. میدم به 15 میلیون. نمیخوام باش حرف زدم. زیر قولم بزنم. جهنم 5 میلیونم روش 20 تومن. پول خوبیه. نه من باش حرف زدم. چجوری آخه؟ 20 میلیون پول خوبیه ها. فکر کن 20 تا 1 میلیون تومن. خب آقا قبوله باشه. فقط یه شرط داره من قبول کنم ها. بگم شرطش اینه که شما آقا بیاتو که دیدی اول پولو به من میدی بعدن از اینجا میری، یعنی پولو باید اول به من داده باشی. باشه من صدای بیاتو که شنیدم چکو مینویسم بهت میدم. اوه حالا اینجوری حله. چی گفتن؟ گفتی بعد از شنیدن صدای بیات 20 میلیون به من میدی دیگه. دوباره بگو. خلاصش اینه که بعد 20 میلیون به من میدی دیگه. نشنیدم. کری؟ این گوشم نمیشنم. حضیتمون نکن دیگه. 20 میلیون. 20 میلیون. آقا دمت گرم. من فقط برم بیرون ببینم چی کار میتونم بکنم و بیام. زود بیا یا شما اینجا باش یا ما رو نکار. نه 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 خیال راحت من اومدم. باش این اینجا چی کار میکنه؟ بابا اینا عجب آدم هایی هن ها توی اکلی جدی زنم دور میزن. ما رو بگوی که فکر میکنیم رفیقمون تو این تخمه آنتنم میده. وا همین رسول فضیس اینو میخوای در اینجا تو رو بگو دیگه. دو روز ماشین این جینوس دستت بود تو این خیابونا ول بودی. حالی که امشب ماشین احتیاج داریم بردی پسش دادی. خب زنمه میخوام منم دوباره بگیرم. یه فیشت بسر هنوز که چیزی نشده دیگه فرق نمیکنی. تو پاشو برو به خالت بگو اصلا حالش خوبه، اصلا نگران نباشه، پیش بیاته جاش هم امنه. پاشو بابا. فقط امشب همین امشب از شهر کشیدی کشیدی. اگه امشب از اون گاوداری اومد بیرون بفهمه نقشه شما آتیشت میزنه. غلط کرده. پرده یه راست تو زندونه. فقط به من ثابت بشه اینو بیات با هم دیگه کلاهبرداری کردن اون موقع قضیه حل حل. میگم بابا اینا هنو قوام نیومده برمیداشتی ها. یه نمور خام میدن الان. یه کتلتی پختم که اگه این اصلان بخوره از انگوشاش تا این آرنجش میمیکه دستشو. باشو باشو بچه برو. باشو اینقدر ور نرو. باشو خداحافظ. خداحافظ. همه گوجه رو تموم کردش. یون پس و پس بیخشه و خدا و بچی. سلام آقا ماشالله. سلام آجی جون. خسته نباشین. شما خسته نباشید آجی جون. آقا ماشالله تا اوضاع بدتر نشده بیا برا احمد رو برگردون. با جناقت هم بفرست بره خونش عزیز من. این که نشد رای کلاهبردار گیر انداختن عزیز من. آجی جون یه کتلتی پختم که اگه این اصلان بخوره آجی تا اینجا دستشو میمیکه. بشین آجی. چرا باشدی؟ آخه با جناقم کتلت خیلی دوست داره. خب اون آقا هم که مدرسه با هم دیگه میرفتیم یادم سر کوچه‌مون یه ساندویچی بود کتلت میفروخت. همیشه پولمون رو هم دیگه میذاشیم یه ساندویچ میخریدیم نصفش میکردیم. ولی از همون موقع آجی این کلاهبردار بود. هرچی خیارشور و گوجه بود نصیب من میشد. ولی خب دوستش دارم دیگه آجی. دوستش دارم. یادم باشه یه دوغم بخرم. دوغ خوبه براش. دوست داره. بله یادت باشه. خب آجی جون با اجازه فعلا خدافظش. ما که از کار شما سر در نیاوردیم. آجی جانم قربون اون دستات اون ماهیتابه رو بشور بذار تو اتاقم. اون گازم بذار تو کار دار. کار دیگه هم باشه. خوب شد یادم انداختی حاجی. یه چند تا کفش من چسب نزدم اونا هم چسب بزن. دست در من. فقط یادتون باشه لو ندیم و دستمون توی کاسه هستم. نه بابا مگه اولین بار من طلب و اینجوری پول کردم حرفا میزنم. ولی این دفعه این خیلی زرنگه ها. مثل هر دفعه نیست. این آقا زرنگ نیست. دل دزده. نامرده. من همیشه بهش گفتم سر هر کی میخوای کلا بذاری بذار. اما سر کسی که
زیر پربالت گرفته آورده به اینجا رسون دست؟ نه مثلا این باجناقت ماشالله باجناق من؟ آره باجناق من بابا ماشالله رو میگم 15 میلیون ازش گرفته که بفرستش خارج اون وقت تو حساب کتابمون 15 میلیون نوشته 5 تومن یعنی 5 میلیون یعنی چی؟ من دزدی دیگه نه یعنی کلاهبرداری تو کلاهبرداری نامرده دیگه نامرده بله این باجناق تحقش این خاموش شد اونو میدید ببخشید این باجناق تحقشه یعنی چطور مگه؟ خیلی نامرده هنو 2 هفته نبود با ما آشنا شده بود میخواست دخترشو بندازه به ما دخترش که ما بچه خوبیه بیچاره نه دخترش خوبه خودش خواهیم یه هم زندگی کنیم دیگه ولی من گذاشتم حسابی تو کاسه اش تو؟ به بیات گفتم پول هر کیو میدی پول اینو نده میگم راستی چطور شد اومده خواستگاری دختر من؟ نو من واقعیتش اصلا نه اهل ازدواجم نه زن گرفتم معلومه آقای بیات گفت باید بری تو خونه این آدم که چی بشه؟ که پام باز بشه به خونه شما از طریق من میخواست شما رو تحت فشار بذاره که باش را بیای خیلی پدر سفته خیلی حالا چطوری شد شما بیات رو پیدا کردی؟ خودش میگم هر طوری شده بکشونش تو یادت نرو باش شما اینجا این تنابه بنداز گردنه دقیقا انگار مردی ها فهمیدم خرابکاری نکنه نه بابا من رفتم اونم بذار رومی نمیکشی؟ نه ماشالله چی شو؟ زنده است؟ آره بابا 3 ساعته به هوش اومده کجایی تو؟ خوب الان کجاست؟ اون تو نشسته میگه من بیاتو میخوام نیست که تو اصلا حالیت نیست آقا واسه چی اینو آوردیم اینجا؟ بابا این قراره بیاتو به ما لو بده نه ما به اون لو بدیم خب من چیکار کنم؟ گیر سپیش داده میگه من بیاتو میخوام بعد بیارینش اینجا من چیکار کنم؟ حالا چیزی هم لو داده؟ نه بابا این دهنش قرصر از این حرف هست. تنها چیزی که مشخصه اینه که اینا دستشون توی یه کاسه بوده بیات هم الان سرشو کلا گذاشته و در رفته همین آدم واقعا دلش براش کباب میشه به جون احمد اگه من این بیات رو پیدا بکنم حق خودم رو ازش نمیگیرم بشین حق خودم رو نمیگیرم حق این اصلا از اون حلقوم اون بیات میکشم بیرون عجب گرفتار شدیم حالا چیکار کنیم ما؟ هیچی بیا فعلا این شام رو ببر بهش بده شام آوردی؟ آره چیه؟ کتلت کتلت خیلی دوست داره بنده خدا تو عمرش حالا اینجوری گرسنگی نکشیده بعد بگم اینا رو کی آورد ماشاءالله من چه میدونم تو خودت این نقشه رو کشیدی من نقشه رو کشیدم چیکار کنم اونم یه غلطی کردیم تموم شد رفت دیگه من چه میدونم ببین ما یه راه بیشتر نداریم ماشاءالله چرا این ما باید یه کار کنیم این خودش بره در نه بشین تو رو خدا فهمیدم آخه بره که زایه میشیم آره. میفهمه همه اینا بازیه آخ پس کجا من داریم بیرون ببینم بعدی گشی میگی آخه احمد جون ببین آقا حالت خوی
خرمنه نکاشته هامون چشمه نگو آتش فشونه بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا کهکشونه آرزو دریای شوره دریای شور زندون ماهه ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون آه و آه بخت ماهی ها سیاه